رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. در قسمت های گذشته این برنامه، برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی، خدمت شما دوستان عزیز احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را تقدیم کردم که متعلق به ابواب طهارت و جزئیات این ابواب مثل احکام آب و احکام آنیه کفار و همچنین احکام نجاستی بعضی از حیوانات و همچنین احکامی که متعلق به وضو می گرفت، فرایض وضو، سنت های وضو و همچنین نواقض وضو و بعد از او احکام غسل و تیمم، این احکام را در پرتوی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سلسله از قسمت های گذشته این برنامه خدمت شما تقدیم کردم و ان شاء الله از این قسمت برنامه شروع میکنیم به کتاب صلات، ابوابی که متعلق به نماز است و جزئیات این ابواب را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان شاء الله تعالی در سلسله از قسمت های این برنامه خدمت شما تقدیم میکنم. صلات دوستان عزیز به معنای نماز است و صلات در لغت عربی گفته می شود به دعا. هر دعایی که بوده باشد او را صلات گفته می شود. خداوند متعال به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آیه مبارکه امر میکند که وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم، تو برای کسایی که صدقه خیش را برای تو تقدیم میکنن دعا کن، دعای تو برای از اونها خیر و بهتر است. و در اینجا میبینیم که صلات در این آیه مبارکه به معنای لغویش استعمال شده که معنای دعا است. و نماز را دوستان عزیز در لغت عربی صلات گفته میشود به خاطر که نماز وقتی که از تکبیر تحریمه شروع میشد و تا اینکه به سلام دادن ختم می شود همه مشتمل بر دعاست. تسبیح خداوند متعال، تکبیر و تحمید خداوند متعال، خواندن سوره فاتحه و خواندن آیاتی از قرآن کریم و سبحان ربی العظیم گفتن و سبحان ربی الاعلی گفتن و خواندن التحیات و درود همه مشتمل بر دعاست. لذا صلات را در لغت عربی، نماز را در لغت عربی به نام صلات یاد میکنن چون مشتمل بر دعاست. در مورد فرضیت نماز که چه وقت نماز فرض شد بر بالای مسلمان ها، علما بر این اتفاق نظر دارن که نمازهای پنجگانه در شب اسراء و معراج، هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به معراج برده شدن، در او وقت فرض شد. و در اینکه چه وقت واقعه اسراء و معراج صورت گرفت، قول راجح هم است که سال دهم هجری بود، بعد از اینکه زوجه مطهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدیجه الکبرا که بهترین از ازواج مطهرات بود، شخصی بود که همیشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در تمام گام هایش کمک میکرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلیت میداد،
و همچنین عموشان ابو طالب که همیشه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقابل مشرکین دفاع میکردند. وقتی که این دو شخصیت در سال دهم هجری وفات کردند، الله متعال برای تسلیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایشان را به سفر اسراء و معراج نقل داد که اسراء گفته می شود بردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه تا بیت المقدس، و معراج اطلاقش میشه از رفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بیت المقدس به آسمان های اول و دوم و سوم تا به سدرت هفتم تا به سدرت المنتها، که وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آنجا رسیدن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمازهای پنجگانه وحی شد. این مطلب را امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که ایشان از صحابی جلیل قدر حضرت ابو ذر غفاری روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ایشان قصه اسراء و معراج را بیان میکنه، و در جمله آنچه که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی که ما به سدره المنتهى رسیدم، فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. وقتی که ما دو مقام رسیدم، الله متعال برای من وحی کرد، و از جمله آنچه که وحی کرد این بود که 50 وقت نماز را برای من در یک شب و یک روز فرض گردانید. بعد از او قصه طولانی است که پیغمبر خدا رضی الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که من دوباره به آسمان ششم نزد موسی علیه السلام پایان شدم. موسی علیه السلام از من استفسار کرد که الله متعال برای تو چند وقت نماز را فرض گردانده؟ من برایش گفتم که 50 وقت نماز را. حضرت موسی علیه السلام فرمود که ارجع فسأله التخفیف، تو و پس برو پیش خداوند و از خداوند متعال تخفیف را سوال کن که برای امت تو تخفیف بیاره و از تعداد نمازها را از 50 نماز پایان کنه. همین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که من هر بار می رفتم نزد خداوند و از خداوند تخفیف می خواستم، و در هر بار برای من 5 وقت نماز را کم می کرد، و دوباره که پیش حضرت موسی می آمدم، حضرت موسی برای من همین عبارت تکرار می کرد که ارجع فسأله التخفیف. همین بود که چند بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین الله سدرة المنتهى و بین موسی علیه السلام تردد کردند، رفتن آمدن، تا اینکه 50 وقت نماز به 5 وقت نماز تبدیل شد. و بعد از این حضرت موسی علیه السلام وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که ارجع فسأله التخفیف، پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که من دیگه از این بیشتر حیا میکنم که برم از خداوند متعال تخفیف بخواهم. لذا ندای از طرف خداوند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود که یا محمد، انهن 5 صلوات کل یوم و لیله، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. همین 5 نماز در یک شب یک روز برای تو امت تو فرض است، و هر نماز برابر 10 نماز ثواب داره، که 5 نماز است برابر 50 نماز ثواب از اوست. لذا این نمازهای پنجگانه به اتفاق علما، همچنانی که به اجماع علما، همچنانی که ابن رجب رحمت الله علیه در فتح الباری و ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر خیش این مطلب را نقل میکنن، و اجماع علما را به این نقل میکنن که نمازهای پنجگانه در شب معراج به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرض گردید. و بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طول زندگیشان کم کم احکام و شروط و ارکان نماز را و اوقات نماز را به امت خود می آموختندند. اما اینکه دوستان عزیز، قبل از این آیا قبل از فرض شدن نماز نمازی وجود داشته؟ آیا مسلمان ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دیگر صحابه کرام در مکه مکرمه نماز می خواندند یا نمی خواندند؟ علما به این نظر هستند که قبل از فرض شدن نمازهای پنجگانه نمازی موجود بود که دو رکعت قبل از طلوع فجر خوانده می شد، و دو رکعت هم بعد از شام، و استدلال کردن به فرموده الله متعال که می فرماید وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، که تو تسبیح خدای متعال بیان که قبل از طلوع شمس و قبل از غروب. لذا مسلمان ها نماز می خواندن، لیکن به این شکلی که 5 وقت فعلا موجود است به این شکل نبوده. درک نماز قبل از طلوع فجر می خواندن، و درک نماز قبل از غروب آفتاب، و همچنین نماز شب موجود بوده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز شب را می خواندن، و صحابه کرام هم نماز شب را انجام می دادن.
چون در آیه دیگری است که الله متعال میفرماید و من الليل فتهجد به نافله لك، تو در از قسمتی از شب را نماز تهجد در رو ادا کن. لذا علما به این نظر هستند که نماز موجود بوده در قبل از فرستادن، قبل از اسراء و معراج، لیکن به این شکلی که فعلا هست پنج وقت نماز به این شکل نبوده، بلکه مسلمان ها نماز شب را می خواندند و همچنین درک نماز قبل از طلوع آفتاب و درک نماز قبل از غروب آفتاب می خواندند. و همچنین علما به این نظر هستند که نمازها وقتی که فرض شد دو درکت فرض بود، نمازهای چهار رکعتی که فعلا موجود است به دو درکت فرض شده، و بعد از او بعد هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمازهای امر دادن که نمازهای چهار رکعتی درکتی دو درکت خوانده شوه و نماز فجر به حالت خود ماند به مون درکت، به خاطر که در نماز قرائت یا خواندن قرآن کریم طولانی باید باشه، و همچنین نماز مغرب به حالت خود به سه رکعتی ماند به خاطر که وتر نماز شب گفته میشه او را، نماز روز گفته میشه. لذا علما به این نظر هستند که در ابتدا نماز دو درکت فرض بود و بعد هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله امر کردند که نمازهای درکتی باید چهار رکعت خوانده شوه، و اما در سفر به محالت خود ماند. حدیث متفق علیه است از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها که ایشان فرمودند فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. كنماز در ابتداء دو ركعت فرض شده بود، وبعد ذلك پیغمبر خدا رسول اکرم صلى الله عليه وسلم به مدینه هجرت کردن، نمازهای دو رکعتی به چهار رکعت مبدل شد و نماز سفر به محالت اولی خود به دو رکعتی ماند. و همچنان دوستان عزیز، علما به اتفاق نظر دارن که نماز از جمله فرایض است که همچنان که در این امت فرض بوده در امتهای سابقه هم نماز فرض بوده، لیکن شکل و طریقه ادایش فرق میکرده. اما من حیث نماز همچنان که در امت محمد صلی الله علیه و سلم فرض بوده، در امتهای گذشته هم فرض بوده، و به این امر آیات زیادی دلالت میکنه. از جمله آیه سوره 83 سوره بقره که خداوند متعال میفرماید و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما هنگامي كي عهد و پيماني بني إسرائيل لا گرفتم بر إن كي جزء الله ذات دیگر را عبادت نكند، و با پدر و مادر و خشواندان خود نیکی و احسان کند و نماز را برپا دارد و زکات را بدهد. این آیات دلالت به این میکند که دادن زکات و خواندن نماز در امتهای سابقه که از جمله بنی اسرائیل هم از جمله امتهای سابقه بود، او موجود بود. و همچنین الله متعال در سوره ابراهیم می فرماید که رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. ای بار اله، من را اقامت کننده برپا کننده نماز بگردان، و همچنین از ذریه ما کسانی را قرار بده که نماز را برپا بگذارند. و این آیت هم دلالت به این میکند که در امتهای سابقه از جمله امت ابراهیم علیه السلام نماز موجود بوده و آنها نماز را برپا میگذاشتند. و برای اقامه صلات، برپا گذاشتن نماز، در آیات متعددی الله متعال تأکید میفرماید که ما مسلمان ها باید نماز را اقامت یا برپا بگذاریم. از آن جمله الله متعال در ابتدای سوره بقره می فرماید الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. صفت مسلمان ها، صفت مؤمنین این است که ایمان به غیب می داشته باشند و نماز را برپا میکنند. و همچنین در جای دیگر می فرماید الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. مسلمان ها مؤمنین کسانی هستند که نماز را برپا میگذارند و از آن چه که ما به آنها روزی دادیم انفاق و مصرف میکنن. و همچنین در سوره بقره در آیت 143 میفرماید و اقیم الصلاة و آت الزکات و ارکعو مع الراکعین. شما نماز را برپا بگذارید و و زکات را انجام دهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید. و در سوره هود میفرماید و اقیم الصلاة و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. شما
در دو طرف روز و قسمتی از شب نماز را برپا گذارید. و همچنین در سوره اسراء میفرماید اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، شما نماز را بعد زوال آفتاب و تا به آمدن شب، تا به تاریک شدن شب برپا گذارید. و همچنین در سوره نور میفرماید و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، شما نماز را برپا بگذارید و زکات را بدهید و از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمانبرداری کنید تا که بر بالای شما رحم شود. و در سوره بقره میفرماید حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، شما بر نمازهای خود محافظت و پابندی داشته باشید و خاصتا به نماز وسطا، نماز عصر و برای الله متعال عبادت خود را انجام دهید. میبینیم دوستان عزیز که در این آیات الله متعال از نماز تعبیر به اقامت و به محافظت میکند و این دلالت کند بر این است که نماز را فقط باید انسان انجام نده. نگفته که و ادو الصلات یا نگفته که و صلو، بلکه گفته که و اقیم الصلات یا حافظو علی الصلوات. دلالت به این میکند که انسان باید وقتی که نماز میخوانه تمامی ارکان و شروط و تمامی خشوع و خضوعی که مطلوب است در نماز باید انجام بده، که نماز باید به خشوع، به خضوع و به حضور قلب و با مراعات ارکان و واجبات و سنن همه باید بوده باشد. و نماز دوستان عزیز رکن دومی از ارکان اسلام است، همچنان که در حدیث ابن عمر، حدیث متفق علیه از ابن عمر روایت است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند بنی الاسلام علی خمس، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان لمن استطاع الیه سبیلا، که نما اسلام بر پنج بنا، بر پنج اساسات بنا شده و اویست که کلمه طیبه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، توحید الله متعال و برپا داشتن نماز و دادن زکات و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان و حج خانه الله متعال کسی که استطاعت زوره داشته باشد. پس بنای اسلامی پنج است که اولش کلمه طیبه و دومش نماز است و نماز اولین چیزی است که در روز قیامت از او انسان ها پرسان می شوند. لذا در حدیث شریف است پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اول ما یحاسب العبد منه الصلاة، اولین چیزی که در روز قیامت از او انسان ها پرسان می شوند او نماز است. فإن حسنت فإن صلحت فقد افلح و اعج و فإن صلحت فقد افلح و انجح، اگر نمازش خوب بود، اگر نمازش به طور صحیح و کامل بود، اگر در امتحان نماز در نزد خداوند متعال کامیاب شد، پس او شخص کامیاب است. و این فسدت فقد خواب و خسر، اگر نمازش فاسد بود، اگر در امتحان نماز کامیاب نشد، فقد خواب و خسر، او انسان ناکام و خسارتمند است. و پس معیار اعمال در روز قیامت نماز است. نماز تقییم دیگر اعمال به اساس نماز میشه. وقتی که انسان در اختبار و در امتحان نماز در روز قیامت کامیاب شد، دیگر اعمالش هم انشاءالله الله متعال قبول میکنه. وقتی که در اختبار و در امتحان نماز ناکام شد، انسان ناکام و خسارتمند است، دیگر اعمالش هم مورد قبول قرار نمیگیره. دوستان عزیز، یک میانه برنامه کوتاه میبینیم، دوباره خدمت شما هستیم با بیان کردن فضائل نماز همچنانی که در احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نماز شخص در جماعت 25 برابر نماز شخص در منزل و بازار می باشد، چرا که وی هنگامی که به خوبی وضو می گیرد
و جز برای نماز به سوی مسجد خارج نمی شود، هیچ گامی بر نمی دارد مگر اینکه درجه‌ای به درجاتش افزوده و گناهی از گناهانش بخشیده خواهد شد. و چون نماز می خواند، مادامی که در نماز است، ملائکه همچنان بر وی درود می فرستند و می گویند بار اله بر او درود فرست و وی را مورد رحمت خود قرار ده. و یکی از شما مادامی که منتظر نماز است، گویا که وی نماز می خواند. نحيا ونرشف من شذا. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، قسمتی که بیان کردم در قسمت اول این برنامه که نماز رکن دومی از ارکان اسلام است و الله متعال برای اقامت و برپا کردن نماز در آیات متعددی بر ما تأکید نموده که ما باید نمازها را برپا کنیم، پنج وقت نمازی که بر بالای ما فرض است. و گفتم که از جمله فضائل نماز است که نماز در روز قیامت اولین چیزی است که الله متعال از او محاسبه میکنه و نماز معیار است برای دیگر اعمال. اگر انسان در امتحان نماز کامیاب شد، دیگر اعمالش خداوند آسان میکنه، و اگر در امتحان نماز ناکام شد، انسان ناکام و خسارتمند است. و نماز، برپا کردن نماز انسان را از چیزهای فحاشی و منکرات منع میکنه. الله متعال میفرماید ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شما نماز را برپا کنید چون برپا کردن نماز انسان را از فحشا و منکر منع میکنه. البته مراد نماز است که با تمام شروط و با تمام ارکان و واجبات و با خشوع و خضوع برپا شوه، اما نماز است که عبادت بوده باشه، نه نماز عادت. اما انسانی که به عادتش خواندن نماز است، او را من حیث عبادت انجام نمیده، فقط من حیث عادت انجام میده، او چنین ویژگی و چنین خصوصیت ویژگی را نمیداشته باشه، بلکه چنین خصوصیت ویژگی از نماز است که من حیث عبادت با مراعات شروط و احکام و خضوع و خضوع انجام داده شود. و همچنین نماز دوستان عزیز سبب محو گناه هاست که انسان که الله متعال با واسطه نماز گناه های انسان را محو و نابود میکنه، گناه انسان را از بین میبره. الله متعال میفرماید و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. تا نماز را در دو طرف روز و قسمتی از شب انجام بده، به خاطر که انجام دادن حسنات که مراد از او نماز است، یذهبن السیئات، کارهای بد را یا اعمال بد را از بین میبره و محو نابود میسازه. و همچنین امام مسلم از امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، که من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشان فرمودند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يتوضا رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه التي تليها. هیچ انسان مؤمن وضوء نمیکنه و وضوء خود را به شکل احسن و اکمل انجام نمیدهد و بعد از او یک نمازی را نمیخواند مگر اینکه الله متعال گناهایی که در آن بین این نمازی که خوانده و نمازی که قبل از او خوانده انجام داده، این گناه را خداوند متعال توسط همین نماز میبخشاید. پس خواندن نماز سبب محو از بین بردن گناه هاست. البته مراد از این گناه های صغیر است، و اما گناه های کبیره مربوط به توبه است و تا که انسان توبه نکنه گناه های کبیره از او بخشیده نمیشه. و همچنین نماز دوستان عزیز عهد و پیمان است به جنت. وقتی که انسان به نمازهای پنجگانه خود پابندی میکنه، الله متعال عهد و پیمان داده به اینکه او را داخل جنت میکنه. امام ابو داود و امام نسائی از صحابی جلیل قدر عبادت بن صامت رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند
خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الله متعال پنج وقت نماز را در یک شب و یک روز بر بالای بندگان خود فرض گردانیده. فمن جاء بهن لم يضيع منها شيئا استخفافا بحقهن، کسی که در یک شب یک روز این پنج وقت نماز را انجام بدهد و در حالی که هیچ چیزی از آنها را کم نکند، هیچ یکی از آنها را در ادا کردن هیچ یکی از این نمازها کمی را نیارد، کمی را قرار ندهد، و کان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، برای از او از طرف خدا عهد و پیمان است که او را داخل جنت بکند. و همچنین در حدیث متفق علیه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلى البردین دخل الجنه، کسی که این دو نماز را انجام میدهد که به نام نماز بردین مشهور است، مراد از او نماز فجر و نماز عصر است، الله متعال او را داخل جنت میکند. و نماز فجر و نماز عصر را به خاطر از این بردن گفته میشه که در دو طرف روز واقع است، یکیش در اول روز واقع است، دیگریش در آخر روز. بردن یعنی طرفین، دو نمازی که در دو جهت در دو طرف روز واقع است، کسی که او را انجام میده خداوند متعال او را داخل جنت میکنه. و همچنین امام طبرانی روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلى الفجر فهو في ذمه الله، کسی که نماز فجر انجام میده او در ذمه و در عهد و پیمان الله متعال است. و نماز دوستان عزیز بهترین عمل است که انسان او را انجام میدهد، از جمله اعمالی که ما در یک شب یک روز انجام میدهیم، بهترین اعمالی که انجام میدهیم او نماز است. امام ابن ماجه و امام احمد از صحابی جلیل قدر ثوبان روایت میکند که ایشان فرمودند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كرسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمودا اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، بدانت كي بهترين أعمال الشما نماز است، بهترين أعمال كي أنجام متهد نماز است. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ومحافظة بايداري بروزو نمكند مگر إنسان مؤمن مسلمان، كسي كي بدرجة إيمان رسيدة بودا باشد. وهمچنين دوستان عزيز نماز يك فاصلو یک فرق است در بین اسلام و کفر، و عهد و پیمان عهدی است که الله متعال فرق کرده با واسطه امی عبادت بین اسلام و بین کفر. امام ترمذی و امام نسائی و همچنین ابن ماجه رحمهم الله روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، عهد و پیمانی که در ما بین ما و کفار هست، فرقی که در بین ما و کفار است اویست که نماز است. فمن ترکها فقط کفر، پس کسی که نماز را ترک کند، به شکل دائمی ترک کند، او را نخواند، او کافر شده، از ملت اسلام بیرون شده است. پس کسی که نماز را به طور دائمی نمیخواند، اگرچه قائل به فرضیت از او است، لیکن نماز را به طور دائمی انجام نمیدهد، او از ملت اسلام از میبراید و در جمله کفار شمرده میشن. نماز دوستان عزیز، خواندن نماز با جماعت 27 درجه فضیلت و برتری دارد از اینکه انسان نماز فرض خود را به تنهایی بخواند. در پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است، در حدیث است که امام بخاری و امام مسلم را روایت میکنه از ابن عمر رضی الله عنهما، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب 27 درجه، نماز خواندن نماز بر جماعت، البته مراد از نماز اینجا نماز فرضی است که با جماعت خوانده میشه، خواندن نماز با جماعت بهتر است از خواندن نماز به تنهایی به 27 درجه. و در روایت دیگر آمده که 25 درجه، و علما به این جمع کردن که تعلق میگیره به بزرگ بودن جماعت و کوچک بودن جماعت، و انسان وقتی که نماز را با جماعت انجام میده و جماعت هر قدری که بزرگ بوده باشه، مسجد هر قدری که بزرگ بوده باشه، عددی کسانی که نماز میخوان بیشتر بوده باشه، فضیلتش بهتر است، برتر است، 27 درجه است. و هم اگر جماعت کوچک بوده باشه، درجه ایش به 25 درجه میرسه. و همچنین دوستان عزیز، خواندن نماز در مسجد حرام برابر است با خواندن نماز برابر است با 100,000 درجه از اینکه انسان در دیگر جا نماز خود را انجام میده. و همچنین شخصی که در مسجد نبوی
نماز یک نماز را انجام میدهد، یک نماز را میخواند، ثواب از او برابر است با 1000 نمازی که در دیگر مساجد را میخواند و همچنین در مسجد اقصا برابر است با 500 نمازی که در دیگر مساجد میخواند. امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات فی مسجد هذا خیر من 1000 صلات فی ما سواه الا المسجد الحرام، که نماز خواندن در مسجد من، این در مسجد نبوی، بهتر و برتر است از 1000 نمازی که در دیگر جا خوانده میشه مگر در مسجد حرام. و همچنین ابن ماجه رحمت الله علیه از حضرت جابر بن عبدالله روایت میکند پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات فی مسجد افضل من 1000 صلات فی ما سواه، خواندن نماز در مسجد من بهتر است از 1000 نمازی که در غیر مسجد در دیگر مساجد خوانده میشه الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام، مگر مسجد الحرام که در مکه مکرمه است. و صلات فی المسجد الحرام افضل من 100000 صلات فی ما سواه، و خواندن نماز در مسجد الحرام بهتر و برتر است از 100000 نمازی که در غیر از او در دیگر مساجد خوانده میشد. این بود دوستان عزیز مقدمه درباره نماز که برای شما فرضیت نماز را که چه وقت فرض شد و که وقتی که فرض شد چند رکعت بود و همچنان نماز در امتهای سابقه هم فرض بوده و اینکه الله متعال در قرآن کریم در آیات متعددی تأکید به فرضیت نماز کرده و همچنین فضائلی که در آیات قرآنی و در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای نماز وارد شده بود خدمت شما در این قسمتی از برنامه تقدیم کردم و انشاءالله در قسمتهای آینده میپردازیم با بیان کردن جزئیات نماز، جزئیات ابواب نماز، شروط نماز و ارکان نماز و اوقات نماز و همچنین احادیثی که متعلق میگیره به اذان و همچنین نماز خسوف و کسوف و دیگر احکامی متعلق به نماز. انشاءالله این احکام را در قسمتهای آینده برنامه در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما تقدیم میکنم و در اینجا قسمتی از برنامه ما خاتمه میابد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.